سلام مجدد، تقدیم همه شما. بازم به برنامه خوش آمدین. صبح شما بازم بخیر. فعلا مهمان دعوت کردیم که حضور پیدا کردن، جناب ننگیالا یتل. قسم در نخست برنامه گفتم دارنده جایزه شجاعت جوانان از سوی سازمان ملل، روی ای که چطور تونستن جایزه را از آن خود کنن صحبت میکنم. همچنین یک برنامه داشتن که بعدا روی برنامه شان هم صحبت خواد کردیم. شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. صبح شما بخیر. تشکر. صبح شما بخیر. خب در نخست روی جایزیتون گپ بزنین، چطور تانستی جایزه را از خود کنین؟ و تا جایی که من فکر میکنم جایزه ای است که با آسانی گرفتن نمیشه، باید که زیاد تلاش کرد، زیاد کار کرد در هر عرصه، خصوصا در بخش جوانان که فعلا زیاد روش کار صورت میگیره. میشه روی ازی کم صحبت کنین؟ درست. د ملګرو ملتونو د شجاعت نړیواله جایزه په 2014 کال کې ما ته راکړل شوه. زه د یو ځوان په توګه له ډېر ماشومتوب څخه، البته دیارلس څوارلس کلن وم چې هغې وخت کې ما جینکو ته درس ورکولو په خپل کور کې او په کلي کې اوسېدلم، او وتوانېدمه چې د خپلې مور په مرسته سره د نجونو لپاره یو کوچنی مکتب په خپل کلي کې ولرو، جوړ کړو. او اوس هغه مکتب یو ډېر لوی مکتب ده، په سلهاوو نجونې ورته مکتب ته راځي، او له هغې څخه تر اوسه زه هم ملاتړ کوم. او سخت کال غواړي چې هغه مکتب لیسه شي، نو په کلي کې چې چیرته یو لیسه وجود ولري او د هغوی دپاره د کمپیوټر درسونه هم شته دي په نظر کې نیول شوي دي، نو ډیر خوشحاله یم چې هغه د کلي نجونې مدرن تعلیم ته هم دوی لاسرسی لري. نو د دغه هڅو په وسیله باندې او دا چې زه وتوانېدم په خپله هم په خپل تعلیم کې مخته لاړ شم، په کلي کې درس وایم، بیا وروسته د فولبرایت معتبره بورس د امریکا لاسته راوړم، خپله ماستري هلته ختمه کړم، نو هم د خپل تعلیم او هم د نورو خویندو د تعلیم لپاره د هڅو په پایله کې زه د جایزې ته کاندید شوم. او په 2014 کال کې د ملګرو ملتو د اسامبلۍ په څنډه کې د نیلسن منډیلا د مېرمنې لخوا څخه او د انګلستان د پخواني صدر اعظم ګوردن براون څخه چې د ملګرو ملتو استازه دی د نړیوال تعلیم په بخش کې، د هغې لخوا څخه ما ته راکړل شوه. بسیار عالی است. دقیقا اساس یک مملکت مو سواد جوانایش و دانشش و همین مسائل تشکیل میده، تعلیم و تربیه در کل. شما هم از همچون کار انجام دادن و در نخست خیلی کوچک بود و حالا تبدیل شد به مکتب خیلی بزرگ. دقیقا در کجا هست؟ در کدام قسمت افغانستان؟ در ولایت وردگ، در ولسوالی چک، قریه شیخ یاسین. البته محیط ناامن است، اما اگر کسی تصمیم قاطع داشته باشه به خاطر تعلیم که از تعلیم حمایت کنه، از تعلیم خواهرای خود حمایت کنه، آدم میتونه دستاوردهای زیادتری داشته باشه و حال کوشش داریم که در مناطق دیگر افغانستان از این مکتب به حیث یک مثال بگیریم و در مناطق دیگر افغانستان هم کوشش کنیم مکاتب دیگر و زیادتری داشته باشیم. بله بسیار خوب. بما زیاد جالب است چون شما در جایی یادآور شدیم که نامنی خیلی زیاد است، خصوصا برای دختر خانم ها اجازه همچنین کار. شما چطور میتونید کار انجام بتونید؟ نه کدام مخالفتی در اونجا وجود نداره، شما مبارزه میکنید حدیث کنید. مخالفت های شاید همیش وجود داشته باشه، اما این به این معنی نیست که ما باید کار خود نکنیم و ما مبارزه به خاطر تعلیم خود و تعلیم دیگران نکنیم. به نظر ما تعلیم بزرگترین و اصلترین غیرت است و تعلیم عزت ما هست، پس به خاطر عزت و غیرت خود باید استاد شویم و خصوصا در این وقت و در این زمان در افغانستان بزرگترین عزت حمایت از تعلیم خواهران خود است. دقیقا ما فعلا در حالت هستیم که در ولایت کشور ما بسیار مکاتب بند است و حتی شاگردای جزی ازیر ندارن که برند به درس و تعلیم خود ادامه بدن. شما کار انجام دادین در یکی از ولایت یا در یکی از قریه‌ای که
حق ازیرا داشتین که جایزه از آن شما شوا و این جایزه را بگیرن. همین گونه قسم که شما گفتین باید این کارتون توسعه پیدا کنه و بازی پیش ازی هم پیش برین و کار انجام بدین. خب به مشوری برنامه تان صحبت کردن شما یک برنامه داشتین فکر کنم تحت عنوان برگزاری نشست روشنگری با موضوع تعلیم و تربیت، درست؟ بله. روی برنامه تان میشه صحبت کنین که چه وقت برگزار کردن و هدف دان از برگزاری برنامه چی بود؟ خب دغه پروگرام دی روشنگری چې یو څو ځوانان سره راټول شوي دي، هغوی دغه پروګرام په منظم شکل په لاره اچوي او د ما نه یې د یو ویناوال په توګه غوښتنه کړې وه چې ورشم د تعلیم په هکله هغه خپله تجربه ورسره شریکه کړم، خصوصا هغه تجربه چې ما د امریکا څخه ترلاسه کړې ده او هلته زه د یو کلیوال ځوان په توګه وتوانېدم د خپل عزم او ارادې په اساس باندې چې په امریکا کې لوړې زده کړې ترسره کړم، ماستري ترسره کړم او بیرته راشم افغانستان ته او اوس د سویس یومف په پوهنتون کې د ماستري د بخش د ځوانترینو استادانو په بخش کې خدمت کوم. نو غوښتل دوی د ما نه غوښتنه وکړه که ما بیایم امی تجربات خود شریک نمایم که تعلیم چطور میتونه د پیشرفت یک مملکت تاثیر داشته باشه و چطور برای ما افغان ها فرصت های طلایی آمادنی هست که ما بتانیم اگر همشیرهای خود، خواهران خود تعلیم یافته کنیم، حمایت کنیم از اونا تا اونها دوش آدوش همراه ما از این فرصت های طلایی که آمدنی هست همراه ما کار کنه و تا یک افغانستان آباد و سربلند داشته باشیم. دقیقا. خب در مکتب که شما یادآور شدین دقیقا چند دختر خانم همراه تان اونجا هست و مصروف تعلیم و تربیه هست؟ حدود 200 دختر. 200 دختر درس میخوانن تعلیم. قوانین اونجا وضع کردن چقدر متفاوت است با مکاتب دیگه؟ آیا فرق میکنه یا همگیش مثلا قوانینش به سطح بین المللی هست یا مختص به مکتبی که شما دارید؟ ما کوشش میکنیم که زیادتر پار سالتان استیم که برایش کمپیوتر بگیریم برایشان بیاریم تا، ولی مشکل ای است که استادای زن پیدا کردن بسیار مشکل است. اما امسال یک کاری کردیم در زمستان که هر جینکی چه اوغوی مثلا پلسم سمف که یا اولسم سمف که اوغوی دیر تکره دی اوغوی مقابل تراوستل اوغوی تا مو یا دره میاشته تعلیم ورکړی، هغوی ته مو نوره روزنه ورکړی چې تر څو دوی بهتر استادان شي د راتلونکو صنفونه به شکل استاد دوباره اونا برگردن به شکل استاد. تا مو نیازی که داریم نیاز ما از خود ما پوره کنیم و تا هنوز دانستیم و خدا کنه که امسال با همکاری حکومت یا برای ما پروسه آسان تر شود تا این مکتب ما بتانیم به لیسه تبدیل شود. بله، فعلا متوسطه هست؟ تا صنف نو هست. تا صنف نو هست، بله متوسطه هست فعلا. ما هم امیدوار هستم که مکتب به لیسه تبدیل شود و مثلا ما دختر خانمای زیاد فارغ داشته باشیم از مکتب در آنجا. خب یکی از تجربتون با ما هم شریک بسازین، اگر دوست دارین چندین تجربتون با ما شریک بسازین که مثلا شما در برنامه حضور کرده پیدا کرده بودین، از شما خواستن تا تجربه که شما در زندگیتون دارین و مفید برای دیگر را هم گردوز دارین با ما هم یک چند توی را شریک بسازن. بله چرا نه، یکی که یک حرکت ما بین جوان ها میبینم او حرکت ما درک میکنم که اونا شوق دارن، علاقه دارن که تعلیم یافته شوان خودشان و ما من حیث جوانایی که خارج رفتن و پس آمدن متحد هستند باید همراه از او جوانا کوشش کنیم رویش کار کنیم و همراهش کار کنیم تا آنها بتانن هم خارج از افغانستان تعلیم کنن و درس بخوانن و هم داخل افغانستان درس بخوانن و تعلیم یافته شوند. او زمو کلمو چه غلطه پریزنتیشن ورکول و معلومات ورکول د ځوانانو ترمنځ یو انرژي وجود لري، یو حرکت وجود لري چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر ټولو ستر عزت د موږ دپاره تعلیم دی او که چېرته موږ وکولی شو دغه عزت سره پیاوړی کړو، سره ویساتو، په هغې صورت کې کولی شو موږ په خپل هیواد کې یو دوامداره سوله نه یوازې خپله د ځان لپاره بلې د خپلو خویندو لپاره راولو.
ما د هغوی سره یو مثال شریک کړو. د امریکا یک دختر 13 ساله هست که او میخواه نخستین انسان باشه که روی مریخ مارس قدم بزنه و این رویای از او هست و از والدینش پرسان کردن که خوب ای اگر به مریخ و به مارس برن شاید پس نبیاین، آیا شما چطور ای را میپذیرین قبول میکنین؟ باز پدرش میگه که خوب این رویای دختر ما هست، چیزی که به ما اولویت داره که او به مارس بره و به مریخ بره و تا نخستین انسان باشه که تاریخ بسازه. دنیای دیگه از پیشرفت و تمدن و حتی به ستاره ها و به اینها رسیدن و ما باید روی تعهد خود کار کنیم برای تعلیم و تعلیم نخستین راهی است که ما نه تنها که برابر کرده میتونه با ممالک پیشرفته، ولی از او هم ما شاید یک روز پیشرفته تر شویم. بله. اما اصلش تعلیم است، نه تعلیم فقط مردا و جوانا بلکه تعلیم همشیرا و خواهرا. دقیقا قسمی که شما گفتین اگر فرصت مهیا باشه حتما ما هم میتونیم که پیشرفت های خیلی زیاد داشتیم، قسمی که در گذشته داشتیم در آینده هم حاد داشتیم. همکاری حکومت با شما چگونه؟ دولت هم همکاری داره هم روی شما در اجازت؟ اگر با شما با کدام مشکل روبرو میشین در حسن در مکتب که دارین و متاسفانه در جایی است که ناامن است و مشکلات شما روبرو میشین، دولت چقدر همراهتون همکاری میکنه؟ ما با حکومت کدام کار زیاد مستقیم نداریم، به خاطر که اما نفس کار ما به شکل است که ما میخواهیم مستقلانه کار کنیم. خوب اگر با حکومت کار کنیم حتما حکومت هم مشکلات خود داره. بله. و شاید نزدیکی زیادتر با حکومت هم به ما مشکلات خلق کنه. ولی تعلیم دی ولسون مسئولیت دی. نو موږ پر همدغه باندې کار کوو، نه یوازې د مکتب کې زما همکاری ده، په هغې کې د کلي مشران را سره دي، د کسانو نمونه مشخص د ټولو نشم اخیستی، د افغانها برای فردا موسسه له موږ سره ده، د زکات بنسټ له موږ سره دی، په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاری کوي. نو په دې مکتب نفس هغه اصلي هغه دا دی چې مسؤلیت زموږ د تعلیم او د خویندو د تعلیم د ولس مسؤلیت دی. دولت به خپل کار کوي او موږ به خپله د تعلیم په هکله کار کوو. شاید دولت د تعلیم دپاره تر هغه بریده کار وکړي چې د دوی توان پوره وي، اما اصل د ولسونو د تعلیم مسؤلیت د اولادونو مسؤلیت ده، ده ولس مسئولیت. واقعا خیلی خوب است که ما همه چیز به دوش دولت نسپاریم. خب ما هم حرکت دست خود داشته باشیم و اصلا هم خود ما خود چیز بسازیم. خب بازم میخواییم که یادآور شوین در رابطه به کارهایی که شما انجام دادین، خصوصا زمانی که شما فهمیدین که شما به خاطر ای جایزه انتخاب شدین میتونین جایزه را از آن خود کنین. آیا فکر میکنین در نخستین لحظات که شما کارهایی انجام میدادین میخواستین یک مکتب از خود داشته باشین، در آینده از شما تقدیر صورت خواهد گرفت و همچنان شما یک شخص خواهد بودین که جایزه را از طرف سازمان ملل داشته باشین؟ دو وقت ما هیچ فکر نمیکردم که شاید به سطح جهانی به ما جایزه داده شود، ولی اگر به ما جایزه داده میشد یا نمیشد این کارا را ما وقت شروع کرده بودم و دوام میتم و متحد به این هستم که امو مسئولیت مقدس ما خدمت به تعلیم است، پیشرفت تعلیم است و ما باید او مسئولیت مقدس در این حالات افغانستان باید ادا نمایم از اون که قلب. پس ما متحد به تعلیم خود بودم. ما حدود 8 تا 10 کیلومتر روزانه یک طرف که روزانه 16-17 کیلومتر ما پیاده می رفتم که لیسه را بخوانم و لیسه را خلاص کردم. نه تنها که ولی همشیرای ما تعلیم یافته شده، بلکه تانستیم که دیگرها را هم خدمت کنیم. و برای ما شخصا اگر جوانان کوشش کنند قریه خود یک مکتبه که جور کنند رویش کار کنند، ما شاید بتانیم بسیار زودتر از حکومت هم پیش شویم و در جوامع خود، در قریه های خود، در مناطق خود هم برای دخترها و هم برای بچه ها مکاتب داشته باشیم. پس مسئولیت
مسئولیت مقدس است به خاطر تعلیم. بله، و باید همگی ما مسئولیت پذیر باشیم تا بتانیم جای برسیم. دقیقاً جایزه مسئولیت شما را بیشتر از چیزی که هست ساخت. امیدوارم کارتان از هم کرده خوبتر شوه و ما شاهد موفقیت های بیشتر شما باشیم. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. خوش. بیننده عزیز، صحبتایم بود با جناب ننگیاله عتل که در رابطه با کارهایشان صحبت کردیم. امیدوارم که ما همچون اشخاص زیادتر در کشور ما داشته باشیم، چون ضرورت است وجودشان در کشور ما. فعلا وقفه میگیریم، بعد از وقفه همچنان البته شما رو میخواییم در برنامه با ما باشین.